بحث جهانسازی همیشه توی مدیاهای فیکشن یه مورد جذاب و هیجان انگیز بوده، البته مگر اینکه طرفدار ایسکایی باشید که در اون صورت فقط شاهد دنیاهای کپی پیست شده با کاراکترهای مختلف هستید. ولی اگه دنبال کننده فیکشن باشید حتما دنیاهای مختلفی رو تجربه کردید و نویسنده هایی رو میشناسید که دنیاهایی به وسعت یه قاره تا حتی کل کهکشان طراحی کردن، کسایی که یه دنیا یا دو دنیا یا چندین دنیا به صورت همزمان ساختن، حتی دنیایی که فرم منظومه یا سیاره ای نداره و به معنای واقعی کلمه یه برجه، کسایی که هیچ دنیای جدیدی طراحی نکردن ولی یه تاریخ و فرهنگ کاملا نو رو برای داستانشون نوشتن. خب حالا بحث این پیش میاد که صنعت انیمه که یکی از مهمترین مدیاهای ژانر تخیلی هستش تو این رقابت جهانسازی تو چه نقطه‌ای وایساده. تو این ویدیو میخوام با مثال زدن از بهترین دنیاسازی‌ها تو انیمه و مانگاها این بحث دنیا نویسی رو بیشتر براتون شرح بدم. حتما این ویدیو رو تا آخر ببینید. داستان برزرک در مورد شمشیرزنی است که دارای نفرینیه که ارواح و موجودات خطرناک رو به خودش جذب میکنه. این مرد گذشته سیاهی پشت رفتارهای بی احساسش داره و به تنهایی سفر میکنه تا از شیاطینی که همه چیزش رو ازش گرفتن انتقام بگیره. دنیای برزرک پر از رمز و رازه، پر از تاریکی، پر از زشتی ها و حقایق کثیف، ولی در عین ترسناک بودنش فوق‌العاده است. استاد میورا دنیایی خلق کرد که به همه چیزش پرداخته بود. ملت ها و پادشاهی هایی که در داستان بودن، حیوانات و موجودات افسانه‌ای که تو مکان های مخوف و عجیب داستان پرسه می زدن، تاریخ و حوادث که توی این دنیای تاریک و دنیایی به غیر از دنیای اصلی اتفاق افتاده بودن و حتی خدای این جهان، همه اینا ساخته ی ذهن مانگاکا بودن. این جهانی بود که میورا برای داستانش درست کرده بود و از هیچ چیزش غافل نشده بود. همچین دقت و جزئیاتی توی اثر خیلی کم پیدا میشه. برزرک مثال بارز هارد ورلد بیلدینگ، یعنی دنیایی با جزئیات به شدت زیاد تو صنعت انیمه و مانگا هستش. داستان مانگای دوروهدورو راجب مردی به اسم کایمنه که سرش رو به خاطر نفرین یه جادوگر از دست داده و حالا کله یه سوسمار رو داره. از گذشتش هیچی یادش نمیاد، ولی با یه دختری به اسم نیکایدو آشنا میشه و با هم سعی میکنن هویت کایمنو پیدا کنن. عجیبه مگه نه؟ احساس میکنم اخیراً صنعت مانگا تونسته یه ژانر جدید رو تو کل مدیاها آنلاک کنه. بهش چی میگن؟ به طور ناخوشایندی خلاقانه. به هر حال تو مورد قبلی از هارد ورلد بیلدینگ گفتیم و حالا تو این مورد از تضادش سافت ورلد بیلدینگ میگیم. دنیای دوروهدورو خیلی عجیب و غریب بود. چندین جهان مختلف رو توی این داستان میبینیم که هر کدوم خصوصیات مخصوص خودشون رو دارن. جادوگرا، شیاطین، انسانهای بدبختی که گیر نفرین افتادن و همینطور هیولاهای ترسناک. این چند مورد با ویژگی ها و عناصر خاص یه جهان منحصر به فرد رو به وجود آوردن. مرموز بودن مهمترین عنصر جهان دوروهدورو. با تمام ویژگی هایی که داره کلی سوال تو ذهن خواننده شکل میگیره که جوابشون رو باید توی ذهن خلاق خودتون پیدا کنید. شاید یکم عجیب به نظر برسه، ولی این دنیاییه که باش روبرو هستید. این رمز و رازها باعث میشن یه سری تئوری برای خودتون شکل بگیره که جذابیت دنیا و داستان رو براتون بیشتر میکنه. مگه میشه حرف از دنیا سازی بیاد و اسم وانپیس به ذهن آدم نرسه؟ از معروفترین انیمای امروز که محبوبیت زیادی داره، یکی از دلایل محبوبیتش دنیا سازی جذاب به شدت خلاقانه و زیباشه. اودا از پتانسیل این جهان به خوبی استفاده کرده و رو جزئیات این دنیا کار کرده. بیشتر دنیای وانپیس رو دریا فرا گرفته و قاره ها و کشورهای مختلف به شکل جزیره دور تا دور این دنیا پراکنده شدن. هر جزیره توی این جهان داستان خودش رو داره. همچنین تاریخ، فرهنگ و اساطیر دنیای واقعی توی این جزیره ها به کار گرفته شده. مثلا آلاباستا ترکیبی از خاورمیانه و مصر و فرهنگ عربی و بعضی اساطیر و معماری مصری هم درش استفاده شده. کل قضیه فقط این جزیره ها نیست. تو این دنیا ما تاریخ پرجزئیات و جالبی داریم و همچنین موجودات و گونه های منحصر به فردی رو میبینیم. با این حساب میتونیم بگیم وانپیس بهترین دنیا سازی رو بین شونن ها داره. این انیمه هم از بهترین مثال های ممکن برای دنیا سازیه. مانگاکا نهایت خلاقیت رو به کار برد و فقط از یه چاله چنین جهانی خلق کرده.
آره واقعا داستان توی یه چال اتفاق میفته. تو این دنیا با جلو رفتن داستان ما به پایین رفتن از چال ادامه میدیم، یا اگه بخوام واضح تر بگم ما بیشتر سقوط میکنیم. این چال سالها قبل به وجود اومده و چندین کیلومتر عمقشه. هر چقدر که بیشتر داخلش فرو میریم هوا سمیتر و شرایط سختتر میشه. اهالی اطلاعات کمی از این محیط دارن و چاله همچنان برای جهان یه رازه. تکنولوژی عجیب، موجودات و گیاهانی که فقط توی این مکان پیدا میشن به خاص بودن داستان اضافه میکنن. هر طبقه از چاله به خوبی ساخته شده و مخاطب رو انگوش به دهن میذاره. با پایین رفتن ازش فضا عجیبتر میشه و انگار که هر طبقه از این چاله خودش یه دنیای دیگه است. داستان درباره علاءالدین پسریه که دور دنیا سفر میکنه و با افراد زیادی آشنا میشه. علاءالدین هیچی درباره هویت خودش نمیدونه، ولی به سفرش ادامه میده تا هدف خودش رو توی این دنیا بفهمه. ماگی برای ما خاورمیانه‌ای های دنیای آشناست و شباهت های زیادی به قصه های هزار یک شب داره. موردی که برای خودم جذاب بود تاریخ این دنیا بود. مکانها و مردم مختلف که توش زندگی میکردن تاریخ منحصر به فرد خودشون رو داشتن. این تاریخ‌ها و حوادث همگی با هم جمع میشن تا کل دنیای ماگی رو شکل بدن. همچنین رمز و رازهای دنیا هم به خوب بودنش اضافه کرده. هر چقدر که داستان جلوتر میره دنیا بزرگتر میشه و ما با این جهان شگفت‌انگیز بیشتر آشنا میشیم. دنیای ماگی مملو از فانتزی و زیباییه، به طوری که خیلی از طرفداری این اثر مطمئنن دلشون خواسته که توی این دنیای بزرگ گشت بزنن. خب رفقا، چیزی به آخر لیست نمونده، پس اگه تا الان لایک نکردید حتما این کارو بکنید تا ما بتونیم سریعتر ویدیوهای جذابتری درست کنیم. و این رو یادآوری کنم که در آینده شاید 2-3 ماه بعد به بحث جهانسازی تو سایر مدیاهای فانتزی مثل فیلم و سریال، رمان، گیم و کمیک هم بپردازیم. پس برای اینکه اون ویدیو رو از دست ندید حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا زودتر از همه از اومدن ویدیوها باخبر بشید. سری آریا رو به عنوان یکی از بهترین های ژانر اسلایس آف لایف میشناسن. دنیا سازی اثر مثل بطن داستان آرام بخش و زیباست. سیاره مریخ که حالا به عنوان آکوا شناخته میشه توسط انسان ها تغییر داده شده تا بشه توش زندگی کرد. محیط سیاره الهامات زیادی از کره زمین داره. تو شهری که داستان توش جریان داره شباهت های زیادی به ایتالیا میبینیم. تو گوشه و کنار شهر از معماری ژاپنی و چینی استفاده شده و در نقاط دیگه معماری مدرن و فانتزی میبینیم. همه این فرهنگ ها بدون این که تناقضی با هم ایجاد کنن توی داستان جمع شدن، انگار که شهر داستان خودش یک کره زمینه. به جز موارد الهام گرفته شده از کره زمین، مانگوکا عناصر فانتزی خودش رو هم وارد جهانش کرده تا بیش از حد شبیه دنیای واقعی نشه. دنیایی که در اون یه دختر همراه با موتور سخنگوش سفر میکنه. سفر کینو اثر خیلی خاصیه که عمق زیادی داره و دنیا سازیش رو عمق اثر بی تأثیر نیست. تو این دنیا اثر انسان و ملیت و فرهنگی که بگید پیدا میشه. هر شهر فرهنگ جدایی داره و مردمش داستانهای عجیب خودشون رو دارن. کینو به هر شهری که میرسه 3 روز و 2 شب تو اون شهر میمونه تا باهاش بیشتر آشنا بشه و دوباره به شهر بعدی سفر میکنه. ما توی این دنیا هر مفهوم و عقیده‌ای که انسان‌ها دارن رو می‌بینیم. از تأثیرات عقاید رو شهرها و مردم، از مفاهیمی که انسان رو درگیر خودش کرده و تمام اینها تو شهرهای مختلف جهان کینو پیدا میشن و جذابیت اثرم به همینه. خب لیست ما هم تموم شد. حتما برام بنویسید که از بین دنیاهای انیمه کدوم رو ترجیح میدید، از بین دنیاهای غیر انیمه کدوم رو ترجیح میدید. من از پیاماتون استفاده میکنم تا بتونم ویدیوهای بعدی رو بهتر بسازم، پس نظرتون خیلی مهمه. یه بار دیگه بگم که اگه تا الان لایک نکردید حتما این کارو بکنید و کامنتاتون رو هم برام بنویسید.
سعی میکنم بین ویدیوهای آینده خیلی تأخیر نیفته، ولی میدونید که کار خیلی سختیه، پس من به حمایت هاتون نیاز دارم. تا ویدیوی بعدی میبینمتون.